میهن من، ای فدایت تان بکن من، پرفهار تر از سر گوهر، خود بار که تو بطن من، سرفراز باشی میهن من، ای فدایت تان بکن من، پرفهار تر از سر گوهر، خود بار که تو بطن من. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خیلی خوشحالم که باز موقعیتی پیش اومده که بیام در مقابل شما دوستان عزیزانی که یک ساعت از وقت خودتون رو مایه میگذارید، تشریف میارید اینجا و ما رو خرسند میکنید از حضورتون و امیدوارم در سلامتی کامل خود و فامیل، خانواده، دوستان، آشنایان و امروز در این ضیافت گفتگوی خود شرکت بکنید با یک استکان چای و یا یک فنجان قهوه و راجع به موضوع هایی که در حال حاضر داره اتفاق میفته، چه اینجا، چه اونجا، چه هر جای دیگه، و ما راجع به این موضوع ها باهاتون صحبت بکنیم. از بعد به برنامه تلفن ما بازه، هر یک از شما بینندگان محترم بخواید با ما تماس بگیرید، شماره تلفنی داریم، شمارش 202-753-99-33 هست و میتونید با اون شماره تلفن با ما تماس بگیرید و فرمایشاتون رو بفرمایید و ما خیلی خوشحال میشیم از شنیدن صحبتهای شما، فرمایشات و بقیه اطلاعات و راهنمایی و پیش و بقیه بعضی وقت لغت هم بیادم میره و پیشنهادهای شما. و ما خیلی دوست داریم که همه شنوندگان و بینندگان محترم بتونن چند دقیقه وقتی که دارن تشریف بیارن صحبت کنن. هفته های پیش مثل یه مقدارش کارهای کوچیک داشتیم، همه اونا برطرف شده، صدا خوب میرسه، خوب پخش میشه از طریق تلفن و میتونید با ما تماس بگیرید. تنها خواهشی که داریم این هستش که این برنامه مال خود شماست، برنامه متعلق به شماست. ما اینجا نمیاییم از بقیه چی میگم غیبت بکنیم، بعدی بگیم این آقا اینطوری کرد، اون آقا کرد، ولی در سطح بین المللی البته مثلا یکی از نمایندگان مجلس حرفی زده باشه یا وزیر امور خارجه یک چیزی گفته باشه یا رئیس جمهور مملکتی حرفی زده باشه، اینا رو ما با شما در میون میذاریم و دوست داریم که از شما بشنویم، ببینیم صحبت شما در چه جهت هست. و هفته پیش اربعین بود، اربعین یعنی اون 40 روز که بعد از شهادت حضرت حسین که در جایی به نام کربلا در روزی به نام عاشورا شهید شدن. و این عاشورا و کربلا رو ایرانیا یک جوری دیگه این ازش برداشت کردن و اون هستش که همه جا کربلاست و همه روز عاشوراست. پس بنابراین
متمایز نیست روزهای دیگر. 365 روز و 364 روز در سال که داریم، هر روز ما عاشوراست، هر محلمون کربلاست، و این دو جمله عاشورا و کربلا لغت رمز هست برای اونهایی که آزاده هستن، برای اونهایی که واقعا زیر خفت و خاری نوکری کسی نمیخوان برن، هر چقدر مشکل هست، هر چقدر بدبختی و بیچارگی برای یکی میخواید پیش بیارید، حاضر نیست سرخم کنه در مقابل زور و ظلمت. و این دو کلمه رمز عاشورا و کربلا سرمشق یه عده‌ای شده، و این سرمشق تازگی ما شدیم. حالا نمیدونم چقدر این حقیقت داره یا نه، که در عراق در حدود، حالا صحبت زیاده ها، منم نمیدونم، شنیدم، شما خب بالاخره همه دوستان اطلاعاتی دارید، 17 میلیون جمعیت در 10 روز همی همچی چیزایی مثل که راه پیمایی کردن و از یک نقطه به یک نقطه رفتن و برگشتن، یه حالت چیز بیزی داشته که از یه جا شروع کردن، اومدن به کربلا رسیدن و زیارتشون انجام دادن و برگشتن اینطوری، بعد یه دیگه که پشت سر اونا بودن آمدن و رسیدن، همینطوری این حرکت بیزی ادامه داشته. و 17 میلیون جمعیت هم بالاخره یه دوستی ما که فلانی اینا اگر یه لیوان آبم بخوام بخورن، 17 میلیون لیوان آب خب یه کلی چیز داره، یعنی کلی تدارکات لازم داره. بعد یکی با البته با محبت ولی با یه نظر یک ذره جوری دیگه میگم، خب این پولی رو که باید آب به اینا دادن، خب میخواست آب برای خودمون بیاری و فلان. بگیرید دوستان، اونهایی که وجدانتون به جای رسیده که از این جنایت هایی که به اسم بشریت، به اسم دفاع از امنیت در تمام دنیا رایج شده و هر روز تعداد زیادی کشته میشن، و از زمانی که آقای بوش اومد یا از زمانی که آقای کلینتون اومد و در بوزنیا هرزیگووینا 200,312 نفر به حساب خودشون، حالا چقدر بوده یه مفقود شدن نشدن اونها رو من نمیدونم، کشتن، بعد آقای بوش اومد دنبالش رو گرفت، بعد آقای اوباما اومد دنبالش رو گرفت، و فعلا فصل کشت و کشتار مسلمون ها مثل این که بازه، یعنی هیچ حرفی نیست که شما بری یه مسلمان رو بکشی و بگی آره اگه من اینا رو نمی کشتم اینا را می افتادن می اومدن اینجا ما رو می کشتن. و این افرادم جا انداختن این حرفا رو، و یه دم واقعا واقعا چیز هستن، می ترسم، بیمناک هستن از چیز خودشون، موقعیت خودشون. البته خب ما تو منطقه واشنگتن زندگی میکنیم، یه جایی هست به نام فالز چرچ و اونجا زندگی میکنیم، اونجا هم یه مسجدی بوده مثل اینکه چند روزا یه حمله کردن، شیشهش رو کندن، درش و پیکرش رو هم ریختن و فلان کردن و اونا هم بستن و یه محافظ آوردن و از این حرفا. و یه آقای هم که هست به نام آقای دونالد ترامپ، و الحمدلله یکی از من پرسید که نظر شما راجع به این شخص چی هست، منم گفتم من امیدوارم الله سبحانه و تعالی اینقدر عمر طولانی به این بده، اینقدر قدرت بهش بده که بعد که بتونه رئیس جمهور بشه و وقتی رئیس جمهور شد تمام دنیا ببینن واقعا واقعا اون صورت واقعی اون مردم آمریکایی که ادعای حقوق بشر میکنن، ادعای این میکنن که همه رو دوست دارن، ادعای این میکنن که بله ما در تمام دنیا به همه کمک میکنیم، این ادعاشون چطور امکان داره با این حرفایی که دارن میزنن جور در بیاد، و چطور امکان داره با قوانینی که دارن رد میکنن. شما اگر مسلمان هستید، حالا فرق نمیکنه مال کجای دنیا باشید، آفریقایی باشید، آسیایی باشید، اروپایی باشید، هر کسی هر جایی باشید،
و در امریکا دارید زندگی میکنید و برای سفری چیزی مثلا مادرتون چیزی شده، پدرتون چیزی شده، یا اصلا هیچی هم نشده، میخواید برید دلتون تنگ شده برید یه سیاه چیزون تو محل خودتون بخورید و برگردید، این حرکت یه طرفه شده حالا دیگه، یعنی اجازه ورود دوباره به شما نمیدن. حالا اگه ما اینو اشتباه شنیدیم خب بفرمایید، اگر اشتباه نشنیدیم خب به ما بگید تکلیف یه چی هست اینجا واقعا، اگه این بشه یه همچی حرفی که اینها بگن که بله شما چون مسلمون هستید پس برابری نباید بتونید سفر بکنید، سفرم که کردید نمیتونید برگردید، پشت مرز باید وایسید، و یعنی اون صورت واقعی وحشیت یک ملتی رو نشون میده که در وحشی بودنشون ید طولانی دارن. این اولش نیست که این کار داره میشه، زمانهای گذشتم که وقتی جنگ دوم جهانی بوده یه عده ژاپنی اینجا زندگی میکردن، همه اینا رو جمع کردن، حالا خوب هنوز ماها رو جمع نگردن، یه عده رو جمع کردن بردن توی جاهایی و اسمشو اینترمنت گفته بودن یا چی ترمنت گفته بودن، که ما اینا رو جمع کردیم یه جایی نگر داشتیم که بلکه اینا جاسوس باشن، بلکه اینا فلان باشن، که بلکه اینا دارن بر علیه مملکتی که توش زندگی میکنن دارن نقشه میکشن، ولی که هیچ یک از این کاره، هیچ یک نفر از مسلمانایی که ما میشناسیم این کاره نیست. و حالا اگر کسی اومده بین یک خانواده یک کار غلطی کرده، یک کار خلافی کرده، خب به بقیه چه مربوط میشه؟ اگر کسی اومده گفته من مسلمونم زده یه جایی رو خراب کرده، یکی اومده از من میتونه نظر شما چیه؟ من نظری ندارم، من که نکردم همچی کاری رو که بیام نظر بدم، برید ببینید چرا این کار رو کرده، چی با چی این رو وادار شده که این شخص بره یه همچین کار غلطی رو انجام بده. حالا هیچ کس از ما نمیپرسه وقتی که آقای بوش حمله کرد، ببخشید بوش اول، بوش پدر، اون موقع که صدام حسین رفته بود کویت اون ورا رو گرفته بود، بهش اطلاع دادن که آقا برو بیرون ما داریم میاییم، آقا برو بیرون ما داریم میاییم، هی کجدار و مریض، کجدار و مریض، کجدار و مریض نگرش داشتن تا 6 ماه 7 ماه تدارکاتشون رو دیدن، اون موقع یه روز بهش کنن آقا چون نرفتی ما داریم میاییم. اونها که حقایق رو دارید برید ببینید که چطور چندین صد هزار نفر سرباز عراقی که توی این خندق ها نشسته بودن، این جایی که نشسته بودن و چیز گرفته بودن، پناه گرفته بودن موزی که مثلا حمله بکنن، اینها یه بولدوزرهای انداختن از یه سر از این ور یه سر از اون ور، خاکایی دو طرفش بود اینا همینطور ریختن رو سر اینها، توی این سنگرها پرش کردن تا اون تر، و تا چند روز این خاک تکون میخورده، چون اونایی که اونجا نشسته بودن اسلحه به دستشون بود زنده به گور شدن همشون. هیچ کس این صحبت ها رو نمی کنه، هیچ کس چیزی راجع به این اصلا نمیگه. با این چه وحشیتی بود، چه وحشیتی بود این کارا رو کردی؟ اون سرباز بدبخت بیچاره مگه اونجا نشسته، اونجا رئیس بوده یارو رئیسش صدام حسین بوده، بهش گفته برو بشین اونجا این تفنگ هم دستت بگیر، حالا ممکن اصلا اون تفنگ گولم توش نداشته، گفته بشین اونجا، اون بنده خدا نشسته اونجا اطاعت اون رئیسش رو کرده نشسته اونجا. بعد این یکی هم هی گفتن حالا میایم فردا میایم، حالا میایم فردا، تا آماده 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 که شدن گفتن خب پس تو چون نرفتی ما داریم میاییم. حالا اونهایی که اطلاع دارید، اونهایی که میتونید برید تحقیق بکنید ببینید واقعا وحشی تر از این چیزی دیگه هم میشه که 200,000 نفر رو زنده به گور بکنید؟ فرق نمیکنه کی باشه، سرباز صدام حسین باشه، سرباز این یکی باشه، سرباز اون یکی باشه، سرباز فلان آفریقایی باشه، سرباز کروم چینی باشه، فرق نمیکنه، اینا آدمن، اینا پدر مادر دارن، بیا یه همچی کاری بکنی. اون پدر بود این کارو کرد، بعدم دنبال صدام حسین کردن، بین کویت و بصره هست یه جاده ای بوده اونجا،
مردم داشتن فرار میکردن، وای نسه بودن با کسی به جنگن. اینا دستور میدن هر کی تو این جاده هست فرق نمیکنه چی باشه، سرباز پیاده رو در فلان با موتورسیکلت داره میره با هر چی داریم بکشین همه رو. عکساش هست بریم ببینید چه جنایتی کردن، هیچ کس هم هیچی نگفت. بعدم تا دم حرفای بحث این حرفا رفتن جلو، بعد گفتن چون ما نقشمون این نیستش که بغداد رو به پایتخت اینجا رو به دست بگیریم و تسخیرش بکنیم، پس بنابراین ما وایسادیم. خب این کار آقای بوش پدر بود. همه اینا بالاخره مسلمون بودن، عراقی بودن، همسایه های ما بودن اینا، با تمام فجایعی هم که میگن اینا انجام دادن. بعد از اون 10 سال جنگی که صدام حسین رو هلش دادن بیاد ایران و تمام گمرکاتی که کالا و جنس برای 2-3 سال توش انبار بود، تاجرای ما کالا آورده بودن از جاهای مختلف، اونجا پر بود. اینا اومدن تا چند ماه ادامه داشت، تمام خالی کردن، یک دونه سوزن نموندش تو اون انبارهای ایران، گمرکات ایران در جنوب، در خرمشهر بوده، ببخشید در خرمشهر بوده، آبادان بوده، اهواز بوده، اون طرفا همه رو بردن و چیزی نمونده بود. اون اولش بود، اونقدر مردم ما رو کشتن با دادن اطلاعات به صدام حسین که با پشت این تبلیغ چند تا جوان ایرانی هستن میخوان از خودشون مملکت خودشون دفاع کنن. واقعا هم دفاع مقدس بود، هر کسی که به یه چیزی دیگه بوده واقعا به هموطنش کم لطفی کرده. اینا دفاع کردن با هیچ چیز، با هیچ چیز تونستن اینا رو هل بدن عقب. و شاهکارهایی که سربازهای ما و سردارهایی که داشتیم در صحنه جنگ داشتن انجام میدادن، اصلا باور نکردنی بودش که چطور امکان داره در عرض مثلا 2 ساعت از رودخانه کارون از این ور بری به اون طرف اون جزیره فا زیر نظر همه اینا با هواپیما با دوربین با در جاسوس و فلان پر برید بپرسید ببینید چه خبر بوده. اون تموم شد، پدر آقای بوش پدر اومد به اینا اجازه دادن، حالا میگم حالا برید ببینید. وقتی که صحنه ای میبینید که آقای صدام حسین هست، این خانم سفیر امریکا در بغداد هست و صحبت میشه و سفیر امریکا میگه ما چیزی نداریم، ما یه نقشه ای برای دفاع از کویت نداریم، یعنی یک کاری هست به ما مربوط نمیشه. صدام حسین هم میگفت کویت هم ایالت 14 و 15 هم در چندم عراقه. بعد که اینا رفتن تو، بعد اینا دیدن عجب قیامتی شد، عربا که ده فرار، عربای عربستان فرار کردن، اینا هم اومدن. بعد که رسیدن به کویت، حالا سر اینا رو چطور مشغول گرفتن فلان کردن، چندین ماه که نرن به طرف صنایع نفتخیز عربستان، حالا چطوری شد و چطوری نشد. بعد که دیدن همه چیز آماده است، اومدن همه اینا رو هل دادن، سربازهای عراقی رو زنده به گور کردن توی این پناهگاه هایی که برای خودشون درست کرده بودن. و مایه تاسفه، واقعا مایه تاسف. این شد، انجام شد. بعد آقای کلینتون شد رئیس جمهور، اولین شاهکار ایشون هم این بودش که بله ما به هیچ وجه دخالت نمی کنیم در بوسنی هرسیگوینا و ما یک محلهای امنی رو درست کردیم که اونهایی که در محل جنگ هستن باید برن اونجا. یکی از اینا سبرانیستا بوده در یک محلی در بوسنیا و واقعا مردم بیگناه بدبخت با اتوبوس با هرچی بود خودشون داشتن میرسونن به این محلی که از طریق سازمان ملل به عنوان محل بیطرف و دفاعی. I guess
خیلی خوبه این تلفن ما با خودش یه حالتی ایجاد کرد. یا الله ببخشید، من یک لحظه به من اجازه بفرمایید برمیگردم ان شاء الله. تشکر. الله اکبر. ما همیشه میگیم بابا این تلفن ها رو بس نکنید. الحمدلله. خیلی ببخشید، معذرت میخوام. بله، بعد آقای کلینتون اجازه دادن که یه جایی به نام محل عمد درست بشه و این سربازهای سازمان ملل اونجا رو حفاظت کنن و یه عده زیادی جمع شدن اونجا، غافل از این که این جنایتکارهای صربستانی ها اینها اصلا به هیچ وجه در دلشون نیت این که جای امنی باشه نداشتن، میخواستن بدون زحمت همه رو جمع کنن اونجا. بعد کامیون کامیون سوار کردن مردها رو، جوانها رو، پسرها رو، همه رو بردن در جاهای مختلف و تیرباران کردن و از آب تکان نخورد. و اون زمان هم یک نفر بود به نام سندی برگر. این شخص رئیس دفاعی ملی امریکا بود در این ریاست جمهوری آقای کلینتون. اسمش هم سندی برگر، چند وقت پیش هم مثل که فوت کرد و به هیچ وجه اجازه می دادن که این مردم از خودشون دفاع کنن. در مقابل این مردم صربستانی ها، تمام ارتش یوگسلاوی اون زمان دست اینا بود، توپ تفنگ هر چی که دلتون میخواد همه چی دستشون بود. انقدر کشتن تا اینکه از طرف ایران اینا شروع کردن کامیون و اتوبوس های پر از مواد غذایی و مهمات و فلانی حرفا بر اینا بفرستن و این صربستانی ها گذاشتن تمام این کامیون ها بیاد برسه به یک جایی، همه رو متوقف کردن، گفتن اونهایی که راننده این هستن بیاید اینجا باید یه چیز امضا بکنید و برید. این بنده های راننده روان شدن رفتن اونجا، همه رو تیرباران کردن، اتوبوس ها رو برداشتن بردن با کالاش برای خودشون. البته خب میدونید جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از مستضعفین شروع شده، برای دفاع از حق شروع شده، برای دفاع از اینکه یک عبد ظالم رو جلوش باید بیستی. با همون صحبتی که همه جا کربلاست، همه جا آشوراست، اینا گفتن خیلی خوبی که کاری نفره، هزار تا اتوبوس دیگه فرستادن. منتها هزار تا اتوبوس بعدی یه طبقه زیرش رو جاسازی کردن، سربازهایی بودن که از هر دو طرف میتونستن تیراندازی کنن، اومدن و رسیدن به یه جایی و بعد این چیزای صربستانی گفتن عجب اینا حالو بودن، هزار تا شده کشتیم، هزار تا دیگه هم فرستادن. اومدن همچی که اومدن جلو سربازا از اون زیر زدن همه اینا رو لط و پار کردن و این اسلحه یا هرچی داشتن رو رسوندن به اون افراد بازنیایی ها و اون افراد تونستن از خودشون دفاع بکنن تا جایی که کلینتون یکی گفت بله دیگه بسه، من چیز میکنم اعلام آتش بس بکنید، فلان کنید، بهمان کنید، به شرطی که هیچ ایرانی اینا رو برید ببینید، برید بخونید. گفت به شرطی که هیچ ایرانی در بوزنیا نباشه، تا موقعی که اینا اونجا هستن من به هیچ وجه قدمی بر نخواهم داشت، گفته بود. در یک شبانه روز به تمام ایرانی هایی که در اون منطقه بودن تبعیت بوزنیایی بهشون دادن، به اینا امضا کردن که این شخص تبعی اینجاست، طبق قوانینی که ما داریم این تبعی اینجاست. روز بعد اطلاع دادن که ما هیچ ایرانی اینجا نداریم. امریکا خونخواریش برای همه شما روشنه. اون موقع ما میگفتیم دولت امریکا، چه زبان بوش پدر باشه، چه زبان کلینتون باشه، چه بعدش هم که بوش پدر بود، دیدین چه فجایعی به بار آورد. حمله کرد به افغانستان، حمله کرد به عراق،
و دلیلش هم این بودش، میگفت که صدام حسین میخواست پدر منو بکشه و لغت دادی مصرف کرد و گفت he was gonna kill my daddy، مثل یه بچه کوچولو داره حرف میزنه دادی. با این طور افراد شما رو به رو هستید. اون فجایی رو این پسر آورد به بار، بعد آقای اوباما انتخاب شد، اینا فهمی که بله مردم امریکا دیگه حاضر نیستن جوانای خودشونو بی خودی در راه هیچی بفرستن اونجا کشته بشن یا شل و پل بشن یا دیوونه بشن یا از لحاظ اعصاب و همه چیز خورد بشه بریزن تو هم دیگه. این هم گفت خیلی خوب، ما به هیچ وجه حاضر نیستیم که چکممون در یک خاک دیگری باشه، ما نمی کنیم این کارو. خب هم خوشحال شدن که چه قشنگ، حتی جایزه صلح گرفت ای ملت، جایزه صلح گرفت آقای اوباما قبل از اینکه رئیس جمهور بشه. بعد که رئیس جمهور شد دیدیم چه خبر شد. این هواپیمای بدون سرنشین، پرنده هایی که کنترل میشن، بهپاد میگن، بهپاد چی هر چی هست، اینا راه افتادن در تمام اون منطقه، هر کی تکون خور کشتنش. بعد گفت ببخشید ما فکر کردیم این آقای باقر بود، بعد دیدیم که نخیر این آقای تاجر بود که کشتیم. بعد یه بزغالم فرستادن اونجا از بازماندگان این شخص معذرت بخواد، با یک بز میخواستن زندگی شخصی رو که با تمام خانوادهش رو کشتن و در هم ریختن ماسمالی کنن. و ماسمالی کردن هم یه لغتی هست که از ایران شروع شده و اینجا بهش میگن وایت واش، شستشوی سفید. ماست هم خب سفیده دیگه، ماسمالی که میکنید. این هم رفتار آقای اوباما بوده تا حالا. چقدر کشته شدن، هر روز 100 نفر، هر روز 200 نفر در تمام دنیا، همه مسلمون هم کشته دارن میشن بر حسب تصادف. ما میخواستیم بمب بزنیم توی خونه، خورد به یکی خونه، معذرت میخوایم. از کی داری معذرت میخوایی یکی رو کشتی؟ خسارت اینا رو کی میده؟ خسارت اون 200 نفر مسافر ایرانی رو که با ایرباس زدن توی خلیج فارس آقای ریگان انداخت، خسارت اونا رو کی داد؟ مگه خون این ملت قرمز نیست؟ مگه خونشون رنگ دیگری هست؟ بعد حالا داریم میریم، حالا داریم میرسیم به این حال حاضر، یه عده میخوان رئیس جمهور بشن، یک سال دیگه در این موقع ها دارن رأی میدن، یه نوامبر 16 رأی گیری میشه، یه سال هم نه، آره دیگه چند ماه دیگه بیشتر نیست، این تابستون کنوانسیونشون خواهد بود، بعدم که رأی گیری خواهد شد. جانم؟ یازده ماه، بله، یعنی چیزی نمونده و دارن سفارایی میکنن، یه عده جمهوری خواهن، یه عده دموکرات هستن و یه آقایی هم اومده و با کمال اطمینان به خودش، با کمال اینکه شیله پیله نیست، میگه آقا ما از اینا خوشمون نمیان، این خارجی ها رو نمیخوایم اینجا، مخصوصا اونایی که حالا دیگه مسلمان هم هستن دیگه بدتر. حالا در مقابل این چی داره میشه؟ 64% از مردمی که جمهوری خواه هستن با آقای دونالد ترامپ موافقن که مسلمان ها رو حتی شده باید همه رو جمع کنید بکنید توی جاهایی که دورش حصار داره. بس کجا شد؟ بس کجا رفت اون چیز به اصطلاح اون شعاری که اینجا محل چیزهای خوب هست، هر کسی که بخواد خیلی سخت کار بکنه، خیلی این کار رو بکنه، براش امکانش هست که پیشرفت کنه. مثال میزنن نگاه کنی آقا وقتی اومد یه جفت کفش باش بیشتر نبود، حالا ببین چند تا قصر داره، این هست، اون هست، فلان هست، بهمان هست. بس چی شد همه اینها؟ چطور امکان داره یک جمعیت 350 میلیونی امریکا مثلا بگیم نصفش جمهوری خواهه، بگیم 150 تاشون جمهوری خواهن، از این 150 تا جمهوری خواهان بگیم مثلا
چند درصدش کوچولو موچولو هستن، 80 میلیونش میتونه رأی بده. خب از این 80 میلیون جمهوری خواه 64 درصدش گفتن بله این مسلمان ها رو باید بگیرید چون تو هستینشون بکنید. خب ما مسلمان هستیم، افتخار میکنیم مسلمان باشیم، افتخار میکنیم که گفتیم اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، و به هیچ وجه هم به هیچ کس زور نمیاییم که بگی آه تو اگه نگی یه فصل کتکت میدارن. نه، دورور ما بیایید ببینید، همه میگه بابا اینا آدم های درست حسابی هستن، تو خونهشون جیغ و ویغ نیست، هم این چیزهای مختلف توش نیست، هم وقتی هم یه دور هم جمع میشن کسی تولدی چیزی داره سرصداشون اینقدر نیست که تا اون ور خیابون بره، اینقدر ساکت و آروم خانواده دور هم هستن، رفتار اینا فرق میکنه با بقیه. چرا باید برید مسجد اینا رو بسوزونید؟ چرا باید برید هم کارهای دیگه بکنید؟ چرا آخه؟ بعد اون زمان به ما میگفتن که این قانون اساسی امریکا اینطوری نوشته که این قانون اساسی برای مردم به مردم و برای اون افرادی هستش که مردم اینا رو انتخاب کردن، for the people, by the people, not for the people. سه بار مردم میومد تو این که مردم مردم مردم. خب حالا این 64 درصدی که این رأی رو دادن یا پرسش شده گفتن بله اینا رو باید بکنید توی قفس بکنید، از کره مریخ اینا رو نیاوردن، اینا همه همسایه شما هن. شما که تو دین راه میری نگاه میکنی اینطوری مثل که یه شبهی دید جن دیده چشان اینطوری میشه. خب هستن افرادی میونه مسلمون ها که میرن ریششون رو میزنن، همسراشون رو وادار میکنن که روسریشون رو بردارن، وای به حال شما چه کارایی بکنید که ترس شما از اونهایی که دور بر شما هستن به اونجا رسیدی که دیگه اون کسی که خلقتون اون اللهی که خلقتون کرده اصلا فراموش داری میکنید. همونطور که در اوایل انقلاب هم شدید دو من گفت آقا اگه آخونده مسلمونن ما نیستیم. خب من بهشون گفتم آقا شما از اولش مسلمون نبودی، به این آخونده چیکار داری؟ قرآنی هست که در دست همه شماست، به زبان عربی از اون اول تا حالا در اون زبان نگهداری شده، افراد زیادی هستن این قرآن رو میخونن و فهم خودشون رو از این قرآن به زبانی که بلدن میگن. یه آقایی بوده به نام علامه قمشه‌ای، یه پسری هم دارن به نام آقای قمشه‌ای، علامه قمشه‌ای قرآن رو برداشتن، یه صفحه عربیه یه صفحه فارسیه، زیرنویسی نکردن چون زیرنویسی که میکنی اصلا آدم نمیدونه چی داره میخونه موزی، اینجور اقلا نوشه به نام دیگه اسپرا فرا فرا بخونی. هیچ کس قدرت ترجمه کلام الله رو نداره، هیچ کس نمیتونه بگه الله ترجمهش چیه، نه الله همون اللهه. حالا خودتون رو بکوبید به زمین ببرید به آسمون بگید نه این معنیش اینه، نه معنی نداره، فهم شماست که معنی پیدا میکنه. و معمولم هستش که وقتی که این قرآن هایی رو که یه عده‌ای خوندن و فهم خودشون به زبان گفتن نوشته که چطور نمیشه ترجمه فهم آقای فلان کس، understanding به انگلیسی نوشته که این understanding آقای فلان کس این بوده، understanding آقای کس این یکی بوده. و این کتاب دست همتون هست، برید ببینید بخونید ببینید کجای این چیز هست. یه نفر به ما گفت آقا این قرآن مال 1400 سال پیش، اون موقعی که در عربستان اونهایی که دختر به دنیا میاد دختراشون رو زنده به گور میکردن. راست هم میگه، الله سبحانه وتعالی گفت این خیلی غلطه نکنی. بعد میگفت آره این بر اون زمان بود. گفتم آخه برادر عزیز یه جایی هست به نام کلینیک طرح برای خانواده، فامیلی نام کلینیک از این حرفا، یک شخصی که حامله هست میره اونجا یه چیزی میزنن این جنین دفع میشه میاد بیرون، سخت جنین مصنوعی بهش میدن،
اون چیزی که از بین میاد بیرون، از همه چیزی که داره ازش استفاده میکنه، از خونش استفاده میکنه، از پوستش استفاده میکنه، از همه چیز. این میشه زنده به گور کردن این زمان، زنده به گور کردن تمدن جدید در امریکا. یه نفرم چند روز پیش رفتنم گله زده میه در کشته فلان کرده اومد از تقمارل آمد قیافت رو ببینید اصلا آدم یه چیزیش میشه بابا نکنید. چیزی که حق هست رو ناحق نکنید. چیزی که شما خلق نکردید از بین نبرید. کاری رو که میدونید درست نیست نکنید. حالا من که همین حرفا رو میزنم بر حسب اشتباه، منم بعضی وقت تو تله میفتم، ولی از کاری که کردم دفاع نمیکنم. آقا آخه اون موقع من سرم درد میکرد که این کار رو غلط کردی، هم چیزی سر درد میکرد. چی میگفتیم؟ گفتیم خربوزه خوردی دم پای لرزش باید بشینی. اینم از اون صحبت هاست. نمیتونید شما این کارا رو بکنید. این دنیا متعلق به همه است، به ده نفر متعلق ده نفر نیست، متعلق به صد نفر نیست. همه خلق شدن این تو این دنیای حاضر، همه خلق شدن برای کاری، برای منظوری. 7.5 میلیارد جمعیت دنیا همینطور از زیر بوته که در نیام، پدر داشتن، مادر داشتن، خانواده داشتن، همینطوری که نبوده که حالا شما بیای بگی بله اگر یک مسلمونی استغفر الله معتو بره از اینجا بیرون برای دید و بازی، وقتی برگشت دیگه ما اجازه نمیدیم برگردی بیا. بله به هیچ وجه اجازه نمیدیم. حالا من نمیدونم این واقعا این لایحه یا هرچی هست به وسیله اون حرف اون افرادی که در کنگره امریکا هستن، چه مجلس شورا، چه مجلس سنا، اینا همه مسلمان ها باید اسم همه رو در بیارن هر روز در آگهی ها اینو چاپ کنن که ببینید ای مردم، ای مردمی که این دولت از مردم برای مردم به وساطه مردم هست، اینها هستن که سرنوشت شما رو دارن آماده میکنن برای شما، مملکت شما رو. من شما کدومه؟ مملکت ما رو، مملکت ما رو دارید این کار میکنید. هم را دارید این کار رو بکنید، ما رأی میدیم. اینجا ما سناتور داریم، اینجا ما چی میگن مجلس شورا، نماینده وکیل های مجلس شورا داریم اینجا. یه ذره طول میکشه، یواش 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 که این جا افتاد، اون موقع است که باید بدونید. بیش از حد شما وا دادی. همون روز اول که یک همچین حرفی رو زد باید میریختید بیرون. من خوشحالی من از صحبت های آقای ترامپ این هستش که ایشون چنان صحبت میکنه اون مردم مسلمون دنیا یا اون مردم مسلمون که تو این مملکت دارن زندگی میکنن در خواب عمیق کار میکنن بیدار بشن. اه این آقای دونالد ترامپ چی گفت همین الانه؟ فردا در خونه شما رو میزنم ببخشید اسم شما چیه؟ حسن. اسم اجلالی. پی با هم برید. حالا میخوایی دری یه چیزی دیگه هم بهت میبندن که شما چیز کردی در مقابل خاص قانون مقاومت کردی، اونم یه چیز دیگه میچسبونن برای ما. نصیحت میکنیم برای همه شما اونهایی که دارید صدای ما رو میشنوید، در هر موقعیتی هستید اگر کسی اومد از شما خواهش کرد که باهاشون برید به طرف قانون یا هر جایی که اینا رو میبرن، همون اول با کمال تبسم و احترام به اون شخص که اومده شما رو داره جلب میکنه احترام بگذارید. چون بنده خودمونم نمیدونه که گفتم برو یک فلان کس رو بگید فکر بگید شما دیوی اومده که ببرته. به اون تعرض نکنید. اگر کسی هست در دست شما، وکیلی کسی هست، وقتش از همین الانه با تمام وکلایی که دارید، با افرادی که دارید، یه شماره تلفنی چیزی در همراهتون باشه. اگر کسی اومد شما رو ببره، شما حق دارید یه تلفن بزنید. تلفن بزن که بله آقای سرگروه با فلان اومده در خونه ما، ما رو داره میبره به فلان پایگاه پلیس.
بدون اینکه مقاومت کنید، با کمال خوشنودی، با کمال احترام، برای اینکه این بنده خدا بهش دستور دارن بیا شما رو ببره، نه شما رو میشناسه، نه پدرتو میدونه کیه، نه مادرتو میدونه کیه، نه اصلا میدونه شما چی کاره هستی، نه اصلا میدونه آیا شما 7 کلاس چیز خوندی، درس خوندی، 10 کلاس خوندی، 12 کلاس خوندی، دیپلم داری، دیپلم هم فوق لیپتوم داری، هم لیسانس داری فوق لیسانس، نمیدونه اون بنده. مقاومت نکنید، تسلیم بشید همونطور که بردن. هیچ یادم نمیره، هیچ یادم نمیره، یه آقایی بود به نام دلوریان. این بنده خدا مثل یه اهل ایتالیایی چیزی بود و این یک اتومبیلی درست کرده بود، یا اهل امریکا بود. و دلوریان معمولا اسم ارامنه است، یان که توش داره، قراپتیان هم فلانیان اینا. بعد این یه ماشین درست کرده بود، از این ماشینایی که درش از بغل مثل چیز را میشه، مثل پروانه باز میشه و بسته میشه. این مال چقدر سال پیشه؟ 40 سال پیشه تقریبا، بلکه کمتر یا بیشتر. اونایی که میشنوین این صدا رو میدونید این چیز رو که ما داریم میگیم، آقای دلوریان رو داریم میگیم. این مثل که به یک مسئله مالی برخورد کرده بود و از لحاظ مالی میخواست که سریع یه جوری یه پولی جمع کنه، یه پولی جور کنه، از تا خوره لامت رو بیدن. یه دم دوربر که معمولا میان چی میگن زیر پاتون میذارن، یه راه پیش پاتون میذارن، بدون که بدی که ریا راه پیش پات گذاشته، اینو ماموره که فرستادن این کار رو برات بکنه. اومده بودن به این گفته بودن که ببین تو مثلا 3 میلیون دلار، 10 میلیون دلار، هر چقدر اون زمان پول لازم داری، کافیه که مثلا این کیسه رو از اینجا برداری ببری اونجا بذاری و این معامله انجام بشه. این هم گفته بوده خیلی خوب. توی یک هتلی جایی مثل اینکه داشتن صحبت میکردن و این هم داشته میگفته که بله من مثلا این کار میتونم بکنم، میورد در ده نمونش هم اینها اینقدر اینجا هست، اینو شما بگیرید به من اینقدر تری، من مثلا 100 برابر اونم دارم که بیارم بهتون بدم. به اینجا که رسید یکوی در از پاشنش کرده شد، نخوره لابت و اینه محکم کنید در کرده شد با اصلاحه اینطوری فلان ریختم دروبر. این هیچ یادم نمیره، اینا نواراش هست برین ببینید. آقای دلوریان ایستار بدون کمترین کوچکترین عکس العمل دستاشو گذاشت پشتش، آروم وایستار تا دستبند ببرن، بعد آهسته با این رفت بدون اینکه کوچکترین مقاومت کنه، کوچکترین یک ذره مقاومت نکرد، اینو بردن. خب بالاخره اینم آدم نداری که نبود، آقای دلوریان بود. درسته که این احمق نفر فکر میکرد از این طریق میده پولی چیزی جمع کنه که شرکتشو از دست نده، با حالی که شرکتشو از دست نده هیچی، یک همسر خیلی قشنگ داشت که جزو این مدل های آگهی ها بود و فلان، اونم از دست داد و بله بردنش. اینو محاکمه ای شد و چیزی شد و فلانی حرف رو، بالاخره این تبرئه شد و من مواد مخدر فروشه که نبودم، این فلان کس اومده به من گفته، همینی که در و شکر همین خودش بود اومده نشسته اینجا با من داره صحبت میکنه، این اومد به من گفت برید اینو بگیرید، چرا من رو گرفتید؟ تبرئه شد. منتها خب یادتون باشه ما آقای دلوریان نیستیم، انگوش کوچیکش هم نیستیم. ماجرای 34 میلیون دلار به این، بله بله مقدار زیاد، چندین میلیون دلار بوده. بعد پس بنابراین بدونید ما که در این مملکت داریم زندگی میکنیم، مایی که ساختمان و بنای این مملکت رو به دستمون درست کردیم، حالا ما سازنده هستیم، بیاید مثلا چیزهای دیگه دارن، تجارتهای دیگه دارن، یکی مغازه داره لباس میاره از یه جای اینجا میفروشه، یکی مغازه داره فرش موکت میفروشه، یکی هستش که هم چوب فروشی داره، سنگ فروشی داره، خب بالاخره اینا همه چرخ اقتصاد اینجا رو داره میچرخونه. بین تمام این مردمی که اینجا هستن مخصوصا از ایران، در درصدی که نگاه کنید 0.01% فقیر نیست، شما نمیبینید در این سطح بزرگی که ایرانی ها اینجا هستن، همه تحصیل کردن، همه اوضاعشون خوبه. چرا؟ واقعا ما ایرانی ها خیلی سخت کار هستیم، تنبل نیستیم، کار میکنیم هر جوری که هست.
پس بنابراین چطوری شده اومده به جای رسیدی که آقای به نام دانالد ترامپ داره این حرفا رو میزنه و ما واقعا خوشحالیم که یه همچی کسی اومده که چهره اصلی اینا رو نشون بده، چهره اصلی خونخواری آمریکایی رو داره نشون میده. وقتی که تو خیابون داری میری یکی نگاه میکنه به تو اینطوری، یا اینه که میره مسجد تو آتیش میزنه یا میره فلان کار میکنه، خب اینا از کره مریخ که نیومدن، اینا همونه که اینجا بودن. حالا ممکنه بعضی از اینا اصلا دست دوم سوم افرادی باشه که از جای دیگه اومدن این حالت ها رو دارن ایجاد میکنن. سبحان الله، امریکا واقعا رفته توی حالت خیلی خیلی منفی و نگرانی ما این هستش که وقتی که شما اینقدر فجایع به بار میارید، اینقدر ضعیف کشی میکنید، اینقدر در دنیا ظلم میکنید، همه اینجا همه اونجا به خود ملت خودشون هم ظلم دارن میکنن. آخه اونهایی که کار میکنید، اونهایی که کار اداری دارید، زمان آقای ریگان اگر 100 هزار دلار حقوقتون بوده حالا شده 200 هزار دلار، تمام اون پولایی که ذخیره کرده بودید در حسابهای 401 تون یارم فلان فرو فرو وان 400 بر فرو وان کی نم فلان 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 فلان، برید نگاه بکنید هر وقتی که این پول به یه جایی رسید منبع پر شد، یکی زیر منبع رو وا میکنه تا دست پا بشه که چه خبر میشه، منبع داره خالی میشه، بدون آقا وایس پر میشه. بابا این پر بود، زحمت این شخص تو این بود، اینو که من بعد زیرش آب کرد اون آبه کجا رفت؟ آبه کجا رفت؟ این زحمت کشیده بود جمع کرده بود همه اینا رو، یکوی رفت و اول حرفی هم که میزنم میگه که چیز نشید، دست پاچه نشید، دست پاچه نشید، بر میارده. ببینیم میگه در زم نشون میده، راستم میگه، راستم میگه، ولی زحمت این شخصی که 20 سال 30 سال کار کرده پول تو 401K گذاشته، این باید مثلا 100 واحد باشه حالا شده 22 واحد، این باید 100 سال دیگه بخواد عمر بکنه که باید این به دستش برسه. سلام علیکم. سلام آقای جلالی، عصر بخیر. الحمدلله، اینقدر خوشحالم صدا تو رو میشنوم چون دستگاهمون رو آماده کردیم و شما دارید با ما صحبت میکنید. تشکر زیاد از حضورتون. همینطور، ان شاء الله که من همیشه یادتون هستم، ان شاء الله که همیشه خوب و سلامت باشید. تشکر زیاد از لطفتون. برنامه هم به خوبی پیش بره. الحمدلله، الحمدلله. تشکر زیاد از اون چیزی رفرنسی که به ما دادید. تشکر میکنم. زنده باشی، انشالله که قسمت بشه. الحمدلله، الحمدلله. بله، بله. قربونت برم. روز خوبی باشه. آه، خیلی تشکر از حضورتون. خواهش می‌کنم. خدا حافظ. مرمت و عزتتون هم باز فرش. بله. بچه های ما، نوه های ما، نتیجه های ما، بالاخره ما اولین گروهی بودیم که اومدیم اینجا. قبل از ما سال 1150 اون موقع گروه اول بوده، قبل از اون بعد از جنگ دوم جهانی 45 عده اومدن اینجا، قبل از اون در زمان جنگ دوم جهانی عده اومدن اینجا، همه اینا ایرانی هستن اومدن اینجا و زندگیشون رو شروع کردن، همه زحمت کش، همه زحمت کش. بعد حالا بیاییم و بعد از این چند مدت یکی بیاد هارت و پوتی بکنه یه دم که خب بالاخره چطوری بگم، تمام چرخ اقتصاد امریکا با آگهی میچرخه. خب این یک علامت، نمیم ضعف، علامت خوبه، چون فردا اگه همه بیان بگن صندلی سپایه درست شده، صندلی چارپایه کسی روش بشینه کمرش خم میشه، یه مقدارم چیز بهتون نشون میدن، اطلاعات نشون میدن دیگه، همه هر صندلی چهار تا پادره میدیدن دور، همه شهر سپایه میشن روش. 10 سال بعدش میگن بابا این غلط بوده، حالا ستون فقرات هم بوده که چارپایه میخونه شدن کم شده بریزین دور. صندلی 5 پایه خوبه، همه 4 تا همه میریزن، یا الله.
یعنی اون شیطانی که تو جلد مردم امریکا رفته خوب میدونه چطوری اینها رو از یه طرف به طرف دیگه سوق بده. در بعضی از این فیلم هایی هستش که طبیعت رو نشون میدن، مخصوصا دریا رو نشون میدن که چقدر ماهی هست و فران. بعد این ماهی ها مثلا یکیشون که از یاد میره، یکی یه گروه بزرگ اینطوری رفتن اینجا، یه چیزشون رفتن اینجا، یه از یاد رفتن اونجا. اون زمان تو تهران که ما زندگی میکردیم، عصر که میشد در پاییز، پرستو بود اینها، فکر میکنن برنده هایی بودن، جمع میشدن روی درخت ها، بعد یکویی پرواز میکردن، یه ادم از اونجا جمع میشدن به هم دیگه، بعد میچرخیدن این طرف میچرخیدن، مثل ابر میشد تو آسمون. یعنی مردم رو هم با اطلاعات غلط به این جهت میندازن، شما دیگه خودت از خودت خبر نداری که به این ادنه داری حرکت میکنی، نمیدونی، نمیتونی به چرخی بری، مسیر داره میبرته. و یک همچین حالتی تو امریکا پیش بیاد، واقعا مایه تأسف هست برای اونهایی که هنوز در ضمیر خودشون انسانیت وجود داره. انسانیت هم این نیستش که شما هر روز صبح بلند شی، یه دوش بگیری، اتکلم بزنی، ریشو تو قشنگ بتراشی، این براشو تر و تازه بکنی، پرنه خیلی ترتمیز تنت بکنی، کچلوار رو کنم بری. نه، به این میگن تجدد. داخل این لباس چی هست؟ اینهایی که به ما میگن شما تمدن ندارید، ما 15,000 سال تمدن داریم، تمامی یاخته های سل های بدن ما تمدن داره. کسی که اومده اینجا از اروپا 400 سال پیش، اول کاری که کرده حق زده به صابخونه‌اش که انگلیس ها بودن یا فرانسوی ها بودن و این سیستم رو درست کردن. بعدم اومدن تمام، قبل از اونم تازه اومدن اونهایی که در ساحل های اقیانوس اطلس خیر مقدم گفتن به این کشتی هایی که از جاهای دیگه می اومده، نه آب داشتن نه غذا داشتن، برای این آب و غذا درست کردن. اولین زمستون هایی که اینا داشتن به اینا کمک کردن. بعد اینا برگشتن همه اینا رو قتل عام کردن، پتوی مریض به اینا دادن. خب ببینید، واقعا فکر میکنید الله خوابه؟ وبال گردن یه داره خواهد گرفت. برید حسابتون رو برای خودتون مشخص کنید که آیا شما گروهی هستید که با جنایت هایی که به اسم شما در تمام دنیا داره انجام میشه موافق هستید، یا ببینید نماینده هاتون چی کار دارن میکنن اینجا، سناتوراتون چی میگن. و تو تمام این صحبت ها جنایات اصلی که در خاورمیانه داره انجام میشه در سرزمین های فلسطین، هیچ کس راجع به این صحبتی نمی کنه، چون عوضی که مثلا انگشت پای یکی در کل خونش آتیش گرفته، دیگه با انگشت پاش کاری نداره، برای که خونش رو خاموش کنه. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بله، ما خوشبین هستیم. خوشبین بودن ما برای چی هست؟ برای اون ضمیر انسانی بودن مردم هست. مردم به خود به خود پلید آفریده نشدن. ما در زمانی که هستیم اینجا خودمون رو آلوده میکنیم، بعد هم میرسیم به یه جایی که میبینیم واقعا این آلودگی انقدر هست که یه دست حالشون به هم میخوره. لغت های خیلی خوب هستش که مصرف میشه که این حال و هم خورده رو میگه. و ما امیدواریم برای سلامتی بچه هامون، برای سلامتی نوه هامون، برای سلامتی نتیجه هامون، برای سلامتی تمام نسلی که بعد از ما اینجا خواهد بود، این نسل پاک بمونه، در این کشمکش ها دلشو خالی نکنه زیرشو، و از نگرانی و فلان هی چیز نکنی که آره اگه اینا مسلمونن من نیستم. حالا یه نفر تازگی ما دیدیم، یه
ویدیوی خیلی کوتاهی بود من دیدم، یه شخصی بوده در انگلیس، یه شخصی در 44 40 بوده بعد خدا، این اون زمان که راجع به اسلام این حرفا میشه و در اون شهر نیویورک دو تا ساختمون بلند منهدم میشن، این شخص علاقه من میشه ببینید چی هست و چی نیست، چطور شده چند تا عرب اومدن یه همچی کاری کردن زدن مثلا اینا رو ریختن و فلانی حرفا، بعد قرآنی چیزی گیرش اومده و خونده و فلانی حرفا، بعد رفته چیز کرده گفته بله من قبول میکنم و رفته مسلمان شده، در ضمن رفته در سوریه و نم عراق و فلانی حرفا با عده جنگیده و بر علیه مثلا به قول خودش با اونهایی که خوب نیستن جنگیده، و بعد یه روزم میگه توی خونه بودم، یعنی کجا بودم و توی همین دستگاه ها میزدم، یه جا نوشتش که دیدم که نوشته contradictions of قرآن. contradiction به فارسی یعنی دولا صحبت کردن، معکوس صحبت کردن در قرآن، ضد و نقیض، بله تشکر، ضد و نقیض صحبت کردن در قرآن. خب حالا من امیدوارم شماها دارید میشنوید این صحبت رو، قرآن حرف من نیست، قرآن نوشته حضرت محمد نیست، قرآن نوشته ابوبکر، عمر، عثمان، علی نیست، قرآن نوشته امام های ما از علی گرفته تا امام غایب نوشته اینها نیست، اینها وحی الهی است که وحی شده از طریق جبرائیل به حضرت محمد داده شده و حضرت محمد با زبان خودشون گفتن، افرادی هم دورشون بودن شنیدن اینو یا نوشتن روی پوست آهو نوشتن، روی تیکه کاغذ نبود اون زمان، روی چیزی بلاخره روی چیزی نوشتن، روی سنگ نوشتن، روی چوب نوشتن، روی کتیبه نوشتن، این نوشته مردم نیست، نوشته من و شما نیست. بعد اینا رو همه رو جمع آوری کردن و این قرآنی که در اون زمان 1446 سال پیش جمع آوری شده همین قرآنی که دست من و شما هست. حالا یکی میاد میگه این ضد و نقیضه، یعنی چی؟ یعنی الله بلد نبوده حرف بزنه، یه روز اینو گفته بس سرش درد میکرد گفت این چه حرفی بود زدم، بذار اینطوری بگم، این حرفا نیست. قرآن دستتون هست، بردارید بخونید، به هر زبانی که بلد هستید معانیشو پیدا کنید بخونید، معانی نه، معانی اون شخصی که خونده، معنی نمیتونید بکنید قرآنو، فهم خودتونو، فهم خودتونو به زبانهای مختلف بخونید و ما امیدواریم باز موقعیتی باشه خدمت شما برسیم. یک دنیا تشکر از حضور همه شما و دوست عزیزی که حال ما را پرسیدن، تا هفته ی آینده انشالله، مرحمت عالی زیاد.